فصل دوم بهاگوا گیتا سوترای 18. روح فنا ناپذیر، ابدی و غیر قابل اندازه‌گیری است. فقط بدنهای مادی که این روح در اختیار می‌گیرد فنا پذیر هستند. پس حال که این را دانستی ای نواده بهارتا، بجنگ. شهر، بدن مادی طبعاً از بین می‌رود، شاید هم اکنون و یا شاید پس از سالیان سال. به هر حال این مسئله تنها مربوط به زمان می شود. بنابراین هیچ امکانی برای حفظ و بقای بدن مادی تا زمانی نامحدود وجود ندارد. و اما روح، آنقدر خرد و کوچک است که دشمن را یارای دیدن او نیست، تا چه رسد به کشتنش. همان گونه که در آیه قبل ذکر شد، روح به قدری کوچک است که هیچ کس نمی تواند چگونه می توان ابعاد آن را اندازه گرفت. چنانچه از دو دیدگاه زیر به مسئله بنگریم، متوجه خواهیم شد که شکوه و سوگواری برای از بین رفتن بدن جایز نیست. اولا نمی توان واقعیت موجود زنده را که همان روح است نابود ساخت، و ثانیا نمی توان بدن مادی را برای زمانی طولانی یا به طور دائم حفظ نمود. از آنجا که ذره کوچک روح کل این بدن مادی را طبق عمل خود به دست می آورد، بنابراین رعایت اصول دینی لازم است. موجود زنده در ودانتا سوتراها همچون نور توصیف شده است، زیرا او ذره ای از انوار متعال است. همان گونه که نور خورشید تمام این دنیا را حفظ می نماید، نور روح نیز بدن مادی را حفظ می کند، و به محض اینکه روح از این بدن مادی خارج گردد، بدن شروع به تجزیه شدن می کند. بنابراین روح است که این کالبد مادی را که به خودی خود آنقدر ارزش ندارد حفظ می نماید. لذا به آرجونا توصیه شده است که بجنگد و هدف دین را قربانی ملاحظات مادی و جسمانی ننماید. سوترای 19. چه آن کس که گمان می کند موجود زنده می کشد و چه آن کس که تصور می کند موجود زنده کشته می شود، هر دو بی بهره از دانشند، زیرا ذات نه می کشد و نه کشته می شود. باید دانست هنگامی که کالبد جسمانی یک موجود زنده به وسیله سلاح‌های مهلک مصدوم می‌گردد، موجود زنده‌ای که درون بدن به سر می‌برد کشته نمی‌شود. همان گونه که در آیات بعد روشن خواهد شد، روح به قدری کوچک است که کشتن او با هیچ سلاح مادی ممکن نیست، و به علاوه موجود زنده به علت سرشت روحانیش قابل کشتن نیست. آنچه کشته می‌شود یا قرار است کشته شود تنها بدن است. با این حال این نکته به هیچ وجه کشتن و از بین بردن بدن را تأیید و تشویق نمی کند. حکم ودایی چنین است: هیچگاه در مورد هیچ کس به خشونت متوسل نگردید. دانستن این که موجود زنده هیچگاه نمی میرد به ما اجازه کشتار حیوانات را نمی دهد. از بین بردن موجود زنده برای اجازه موثق عمل شنیعی است که با قوانین کشوری و همچنین با قوانین پروردگار قابل مجازات است. لیکن آرجونا برای اصول دین به کشتن مبادرت می‌ورزد و نه از روی هوا و هوس. سوترای 20. برای روح هیچگاه تولد و مرگی وجود ندارد. روح به وجود نیامده است، به وجود نمی‌آید و به وجود نخواهد آمد. او تولد نایافته، جاودان، همراه موجود و ازلی است. روح با کشته شدن بدن از بین نمی رود. شر، روح اتمی که ذره ای از روح متعال است، از نظر کیفی با متعال یکسان است و برخلاف بدن تغییرات شامل حال او نمی گردد. گاهی اوقات روح کوتاسنت ها یا با ثبات خوانده می شود. بدن در معرض 6 نوع تغییر قرار می گیرد. از بطن مادر زاده می شود، مدتی باقی می ماند، رشد می کند، اثراتی به جا می گذارد، تدریجا تحلیل و سرانجام از بین می رود و در وادی فراموشی ناپدید می شود. لیکن روح دچار چنین تغییراتی نمی گردد. روح زاده نمی شود، ولی از آنجا که باید پوششی مادی اختیار کند، بدن زاده می گردد. روح در بدن تولد نمی یابد و برای روح مرگ وجود ندارد. هر آنچه زاده می شود مرگ را نیز در بر دارد. از آنجا که برای روح تولد وجود ندارد، بنابراین گذشته، حال و یا آینده نیز برای او صدق نمی کند. روح ازلی، ابدی و جاودان است. به عبارت دیگر در تاریخ اثری از آغاز پا به عرصه هستی نهادن آن وجود ندارد، و این به خاطر قیاس به کالبد مادی است که ما در جستجوی زمان تولد روح و غیره هستیم. روح هیچگاه مانند بدن پیر نمی شود. از این روز که شخص به اصطلاح پیر خود را همان کودک یا نوجوانی احساس می کند که بوده است، زیرا تغییرات بدن اثری بر روح نمی گذارد. روح مانند یک درخت یا هر پدیده مادی دیگر زوال نمی یابد و محصولی نیز تولید نمی کند. محصولات بدن یعنی
فرزندان نیز ارواح مستقل متفاوتی هستند که آنها به علت وجود بدن به صورت فرزندان شخص به نظر می رسند. بدن به علت وجود روح است که تحول می یابد، ولی روح نه دارای فرزند است و نه دچار تغییر می شود. در نتیجه روح از 6 نوع تغییر بدن آزاد است. در کاتها اوپاشینات نیز گفته مشابهی را بدین مضمون می‌یابیم. معنی و مفهوم این آیه همانند آیه باگواد گیتا است، ولی در این آیه یک واژه به خصوص وجود دارد، ویپاشچیت، که به معنای داناست. روح پر از دانش است و همواره مملو از آگاهی. بنابراین آگاهی نشانه روح است. حتی اگر شخص به وجود روح در جایگاه آن درون قلب پی نبرد، می تواند حضور روح را صرفا با حضور آگاهی درک نماید. گاهی اوقات ما به علت وجود ابر یا به دلیل دیگر خورشید را در آسمان نمی بینیم، لیکن نور خورشید همواره هست و از وجود آن می توانیم به روز پی ببریم. به بحث آن که در سپید دلم نور کمی در آسمان پدیدار می شود، می توان به وجود خورشید در آسمان پی برد. به همین نحو می توانیم حضور روح را از طریق وجود آگاهی که در بدن انسان یا حیوان وجود دارد درک کنیم. اما آگاهی روح فردی با آگاهی خداوند متعال تفاوت دارد، زیرا آگاهی متعال از دانش مطلق برخوردار است، یعنی دانش گذشته، حال و آینده، در حالی که آگاهی روح منفرد مستعد فراموشی است. هنگامی که روح فردی از طبیعت حقیقی خود غافل می شود، خداوند کریشنا آموزش های لازم را در اختیار او قرار می دهد. چنانچه کریشنا مانند روح فراموشکار می بود، آموزش هایش در بهاگواگیتا بیفایده می شد. دو نوع روح وجود دارد، روح جزء آنو آتما و روح متعال ویپو آتما. این نکته در کاتها اوپاشینات نیز به این ترتیب تایید شده است. روح متعال پاراماتما و روح اتمی جیواتما هر دو بر همان درخت بدن و درون همان قلب موجود زنده قرار گرفتند و تنها کسی که از تمام خواسته های مادی و همچنین غم و اندوه آزاد و رها شده است، با لطف و رحمت پروردگار متعال قادر می کردد جلال روح را درک کند. همان گونه که در فصول آتی روشن خواهد شد، کریشنا اصل و منشأ روح متعال است و آرجونا روح اتمی محسوب می شود که نسبت به طبیعت حقیقی خود دچار غفلت و فراموشی شده است. بنابراین لازم است که کریشنا یا نماینده معتبر کریشنا، پیر روحانی، او را به آگاهی و روشنایی رهنمون سازد. سوترای 21 ترجمه. ای پارت ها، چگونه شخصی که می داند روح نابود نشدنی، جاودان، تولد نایافته و تغییر ناپذیر است، می تواند کسی را بکشد یا باعث گردد دیگری بکشد؟ شرح: هر چیزی کاربرد صحیح خود را دارد و شخصی که در دانش کامل واقع شده است، می داند چگونه و کجا هر چیز را با استفاده صحیح آن به کار برد. به همین ترتیب خشودن نیز کاربرد خود را دارد و شخصی که در دانش واقع است، می داند چگونه آن را به کار برد. زمانی که قاضی مجازات اعدام را برای قاتل مقرر می دارد، نمی توان او را مقصر دانست، زیرا او طبق قوانین عدالت دستور اعمال خشونت را در مورد متهم صادر می کند. در منو سمهیتا کتاب قوانین بشری تایید شده است که قاتل می بایست به مجازات مرگ محکوم شود تا مجبور نباشد در زندگی بعدی خود به علت گناه بزرگی که مرتکب شده متحمل درد و رنج گردد. بنابراین حکم به درآویختن قاتل در حقیقت عملی خیرخواهانه محسوب می شود. به همین نحو هنگامی که کریشنا فرمان جنگیدن می‌دهد، باید نتیجه گرفت که این خشونت برای تحقق عدالت متعال است. بدین ترتیب آرجونا باید از دستورات پیروی نماید، در حالی که به خوبی می‌داند که جنگیدن برای کریشنا، یعنی خشونتی که در خدمت و طاعت کریشنا باشد، اصلاً خشونت محسوب نمی‌شود، زیرا به هر حال افراد صف مقابل یا بهتر بگوییم روح را نمی‌توان کشت. بدین ترتیب برای اجرای عدالت اعمال این به اصطلاح خشونت مجاز شمرده شده است. همان گونه که منظور از عمل جراحی کشتن بیمار نیست، بلکه برای بهبود بیمار انجام می شود، بنابراین جنگیدن آرجونا تحت تعالیم کریشنا نبردی توأم با دانش کامل محسوب می گردد و از این رو گناهی در پی نخواهد داشت. سوترای 22. همان گونه که انسان لباس‌های نو بر تن و جامه‌های کهنه و فرسوده را رها می‌کند، به همین ترتیب روح نیز با کنار گذاردن بدن‌های کهنه و بی‌فایده کالبدهای مادی جدیدی می‌پذیرد. شعر:
اینکه روح فردی کالبد مادی خود را تغییر می‌دهد یک حقیقت پذیرفته شده است. حتی بعضی از دانشمندان جدید که به وجود روح ایمان ندارند و در این حال نیز قادر نیستند منشأ انرژی قلب را توضیح دهند، مجبورند تغییرات بی‌وقفه بدن را از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی و از جوانی به پیری که صورت می‌گیرد را بپذیرند. در سنین پیری این تغییر کالبد مادی با انتقال روح به بدن دیگر رخ می‌دهد. این نکته در یکی از آیات قبل توضیح داده شد. انتقال روح فردی به یک کالبد مادی دیگر با لطف و رحمت روح متعال میسر می‌گردد، همان گونه که دوستی خواسته دوست خود را برآورده می‌سازد. روح متعال نیز خواسته و آرزوی روح اتمی را تحقق می‌بخشد. در متون ودایی مانند موندکا اوپاشینات و همچنین شوتاش واتر اوپاشینات، روح فردی و روح متعال به دو پرنده دوست و همراه که روی یک درخت نشستند تشبیه شدند. یکی از پرندگان روح اتمی فردی میوه درخت را میخورد و پرنده دیگر کریشنا فقط ناظر بر دوست خود میباشد. با وجود آنکه این دو پرنده در صفت و کیفیت یکسان هستند، ولی یکی از آنها مجذوب و گرفتار و اسیر میوه های درخت مادی شده، در حالی که دیگری فقط شاهد و ناظر بر اعمال دوست است. ریشنا آن پرنده شاهد و آرجانا آن پرنده متمتع از ثمرات درخت است و گرچه دوست و همراه هستند، با این حال یکی ارباب و دیگری خادم است. فراموشی و غفلت روح اتمی از این رابطه علت تغییر موقعیت او از درختی به درخت دیگر یا از بدنی به بدن دیگر شده است. روح یا جیوا روی درخت بدن مادی سخت مشغول تلاش است، ولی به محض آنکه این پرنده متمتع از ثمرات درخت پرنده دیگر را به عنوان پیر روحانی متعال خود بپذیرد، همان گونه که آرجونا برای کسب آموزش‌های الهی کریشنا داوطلبانه به وی سر تسلیم فرود آورد، بیدرنگ پرنده مطیع از تمامی غم و اندوه و تأسف رها می‌گردد. این موضوع در موندکا اوپاشینات و شوتاشوارتا اوپاشینات تایید شده است. هرچند که دو پرنده روی یک درخت قرار دارند، ولی پرنده‌ای که مشغول خوردن میوه‌های درخت است به عنوان لذت برنده از ثمرات درخت کاملا در چنگال استراب و پریشانی و نارضایتی فرو رفته است. لیکن چنانچه او به نحوی روی خود را به سوی دوست خیش که خداوند متعال است برگرداند و به عظمت و جلال او آگاه شود، بلافاصله از تمامی نگرانی‌ها و استرابات رها می‌گردد. آرجونا هم اکنون چهره‌اش را به سوی دوست ابدیش کریشنا برگردانده و باگواگیتا را با راهنمایی‌های او درک می‌کند. در نتیجه آرجونا با گوش فرا دادن به کریشنا می‌تواند شکوه و عظمت خداوند را درک نماید و از غم و اندوه رها شود. در اینجا خداوند به آرجونا پند می‌دهد که برای تغییر بدن پدر بزرگ مسن و استاد خود غم و اندوه به دل راه ندهد. برعکس، بلکه او باید از کشتن بدن‌های آنان در یک جنگ در راه حق خوشحال باشد، زیرا به این ترتیب آنها این فرصت را می‌یابند که فوراً از تمام واکنش‌های اعمال مادی رها گردند. کسی که زندگی خود را در محراب قربانی یا در میدان جنگ در راه حق فدا می‌سازد، بیدرنگ از واکنش‌های مادی رها می‌گردد و به مراحل بالاتری از حیات ارتقا می‌یابد. بنابراین دلیلی برای غم و اندوه آرجونا وجود ندارد.